بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. سلام، وقت شما بخیر دوستان و همراهان برنامه معراج. به حمد الله و المنه، با افتخار از کربلای معلا در خدمت شما عزیزان هستم با برنامه معراج، و خدا رو شکر که یک روز دیگر با این برنامه میتونم در خدمت شما عزیزان باشم، همچنین در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد بهرمن. به نیابت از شما عزیزان عرض ارادت دارم خدمتش. سلام علیکم جناب. علیکم السلام و رحمت خیلی الله. خیلی خوش آمدید. سلامت باشید. در خدمت هم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم سلام و عرض ادب و احترام دارم، و ان شاء الله در آستانه میلاد با سعادت حضرت زهرا علیه السلام همه اونها سالم و با سعادت باشن انشاءالله. انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم از حضورتون. از الان میتونید بیننده برنامه معراج باشید از اینستاگرام شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، و همچنین از فیسبوک شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، همچنین فرکانس 12073 از ماهواره یاست. و دوستانی که از فضاهای مجازی ما را همراهی میکنن، لازم به ذکر است که هر روز ساعت 12:30 برنامه شروع میشه انشاءالله، و در خدمت جناب استاد بهرمن خواهیم بود. بفرمایید روایت جدید برنامه رو ببینید و بسم الله در سجن و استاد بهرمن بگند. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه بعدد ما في علمك يا قهار يا جبار مالک یوم الدین بودن خدای عز و جل در دنیا و در آخرت تجلیاتی داره. اول تجلی آن در عالم دنیای ما روز قدیر، روز ولایت مطلقه مولا آقا امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المصلین. این ولایت امیر المؤمنین علیه السلام دارای ویژگی هایی است، دارای خصوصیت هایی است که هر فرد مغالی باید با این ویژگی ها آشنایی داشته باشد. اولا این ولایت بر همه انبیا علیه السلام از حضرت آدم سلام الله علیه تا حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم فرض و واجبه. همه اونها باید به این ولایت اعتراف بکنن و اقرار کنن، چون این ولایت ولایت خداست، ولایت امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المصلین. ولایت این بزرگوار همون ولایت خداونده، بنابراین اقرار به این ولایت اقرار به ولایت خداونده. لذا بر همه 124,000 پیغمبر این ولایت لازم بوده، و جمیع انبیا امتهای خودشون را به این ولایت دعوت میخوندن، دعوت میکردن و می‌فرمودند شرط ایمانتون به خداوند اعتقاد به این ولایت. من کان
یؤمن بالولایه فهو مؤمنون بالله تبارک و تعالی، و کسی که منکر این ولایت، این منکر خدای عزوجل هست. این اولا. ثانیا اسلام بدون ولایت امیر المؤمنین علیه السلام، این دین مورد رضای خدای تبارک و تعالی نیست. دینی که مورد رضای خداوند دین اسلام، و اسلام اون وقتی مورد رضایت خداوند واقع شد که مردم با روز قدیر آشنایی پیدا کردند. اون وقت فرمود و رضیت لکم الاسلام دینا، و در آیه دیگری فرمود و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، هر کسی در گذشته حال و آینده. این کلام یک قضیه حقیقی است، بله، منطبق بر تمام ادواره، بله، منطبق بر زمان گذشته حال آینده. هر کسی بجز دین اسلام که همون ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام، دین دیگری را طلب بکنه و اتخاذ بکنه، اون دین ازش پذیرفته شدنی نیست. فلن یقبل من، ازش قبول نمیشه. مطلب دیگر این است که ولایت امیر المؤمنین علیه السلام جزء مناسب الهی آسمانی است، از مناسب دنیایی نیست که عهده‌دار آن بشر باشد. این امر، امر الهیه و به اختیار مردم نیست، امری است غیبی، و خدای عز و جل مولا امیرالمؤمنین علیه السلام را به عنوان ولی الله اعظم و آیت الله العظمای خودش خلق کرده و آن را به بشر معرفی کرده، نه به رأی مردم، نه به شور و مشورت مردم. اون ریاست های ظاهری دنیاییه که بشر برای تعیین رئیسشون گاهی میرن پای صندوق رأی و گاهی میشینن مجلس شور میگیرن. این منصب، منصب آسمانیه، منصب الهیه و از امور غیبیه خدای تبارک و تعالی است. در این باره روایاتی هست حائز اهمیت که باید مورد دقت و بررسی قرار بگیره، مخصوصا برای کسانی که اهل ولایتن. در خبر دارد روز قیامت که می شود اهل دین و اهل ولایت که معروفن به اصحاب الیمین، بله، اصحاب الیمین، آنانی که به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام معتقد بودن، وقتی اینها داخل بهشت می شوند جهنمی ها را می بینن. نه فقط می بینن، حق سخن گفتن با اهل جهنم را هم پیدا میکنن، دارن، عجیب، میبینن و باهاشون صحبت میکنن. میبینن یه عده‌ای که اینها رو میشناختن، در دنیا بودن، باهاشون زندگی میکردن، اینها در آتش جهنم به شدت معذبن. ازشون سوال میکنن ما سلککم فی سقر، شما چه کردید در دنیا؟ ما که با هم زندگی میکردیم، بله، چه کردید در دنیا که وارد سقر شدید؟ سقر کجاست؟ چه جور جاییه؟ در روایت دارد که وادی از وادیهای جهنمه. وقتی تنفس میکند این سقر، جهنم را آتش میزنه، جهنم را آتش میزنه، و یعنی یک منبع آتش است بر خود آتش،
جهنم و اینها در سقر قرار گرفتن. ازشون میپرسن ما سلککم فی سقر، شما در دنیا مشکلتون چی بود؟ چی باعث شد که باید در یک چنین عذاب دردناک غیر قابل تحمل گرفتار بشید؟ اینا در پاسخ چهار جواب میدن. اولا میگن لم نکو من المصلین، ما در دنیا جز مصلین و نمازخونها نبودیم. نماز دستور پیغمبر اسلامه و دستور امیر المؤمنین علیه السلام. امیر المؤمنین عاشق نماز بودن، حضرت زهرا علیه السلام عاشق نماز بودن. چطور من موالی اظهار محبت و دوستی به حضرت زهرا و امیر المؤمنین بکنم و عمل اونها رو دوست نداشته باشم و نماز نخونم که امیر المؤمنین سلام الله علیه در ذیل همین آیه شریفه روایت ازشون منقوله، میفرماید تعاهدوا امر الصلات، امر نماز رو بهش اهمیت بدید، آخرین وصیت همه انبیا نماز بوده. اول سؤالی که از انسان میشه بعد از ایمان و معرفت نماز. ملاک قبولی سایر اعمال نماز. ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. معراج مؤمن، قربان کل تقیه. میفرماد حافظ علیها، بر صلات و نماز محافظت داشته باشید، مواظب باشید، تباه نشه، ضایع نشه. بعضی نمازها در روایت دارد، بعضی نمازها که میرد به طرف آسمان فوراً بر میگرده به سوی صاحبش. بله. به صاحبش میگه ضیعتنی، ضیعک الله، تو من ضایعم کردی، تو آبروی منو پیش خدا بردی، خدا آبروی تو رو ببره. مولا امیر المؤمنین علیه السلام میفرماد بر نماز محافظت داشته باشید و استکثر منها، خیلی نماز بخونید، اکتفا به همین 17 رکعت نماز نکنید. مخصوصا نماز شب رو بهش اهمیت بدید که فرمود لیس منا من لم یصلی صلات اللیل، از ما دوستان، از ما شیعیان، از ما موالیان نیست اونی که نماز شب نخونه و نماز شب را ترک بکنه. مولا می فرماید الا تستمعون جواب اهل النار، مگر گوش ندادید به جواب اهل نار وقتی ازشون سوال کردن ما سلککم فی سقر؟ چی جواب دادن؟ گفتن لم نکو من المصلین. مبادا مبادا این شامل حال شما بشه. پس گرفتار شده های در سقر پاسخ اولشون این بود که ما در دنیا اهل نماز نبودیم. جواب دومشون میگن ولم نکن نطعم المسکین، به مسکین طعام نمیدادیم. در روایت در ذیل این آیه میفرماید یعنی ما خمس آل پیغمبر را نمی دادیم. زکات مال عموم فقرای مسلمینه، ولی خمس مال خصوص فقرای از خاندان عصمت و طهارته، مربوط به اهل البیت علیهم السلام. بله. و کسی که یک درهم خمس بخوره و حق امام زمان و حق ائمه هدا علیهم السلام را نده، این آتش در درون خودش وارد کرده است. الله اکبر. و این آیه شامل حالش میشه که میگن ما الان گرفتار معذب در سقر به دلیل اینکه خمس و زکات نمیدادیم. سومین پاسخشون اینه که و کنا نخوض مع الخائضین، با اهل باطل نشست و برخاست داشتیم، با کسانی هم نشینی می کردیم
که اینا اهل حق نبودن، اهل باطل بودن و معتقدین به ولایت را مسخره میکردن، معتقدین به دین را و معتقدین به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام را به باد استهزا میگرفتن. ما با اینها در دنیا نشست و برخاست داشتیم. جواب چهارمشون که بسیار حائز اهمیته، میگن و کنا نکذب به یوم الدین. در دنیا به یوم الدین تکذیب میکردیم، یعنی روز قدیر را انکار میکردیم. یعنی با اینکه روز قدیر را میشناختن، بله، دیده بودن، خبر ازش داشتن، اما عنادشون اجازه نمیداد که بیان صریحا اعتراف بکنن به حقانیت روز قدیر. و کنا نکذب به یوم الدین. این چهار تا پاسخی که اینا میدن، بله، اگر درش دقت کنیم، سه تا پاسخ در مورد اعماله، بله، صلات عمل، خمس زکات عمل، خمس زکات و اطعام مسکین عمل، نشستن و برخاست کردن با اهل باطل اونم عمله. نکذب به یوم الدین، این مسئله عقیده، مسئله عقیده بسیار حائز اهمیته. حالا چه جور؟ بله، انحرافات عملی، خطاهای عملی قابل عفوه، قابل بخششه، بله، قابل شفاعته. شفاعت شامل حالشون میشه و شفاعت پیغمبر با آل پیغمبر مال کیا؟ مال خطاکارانه، مال گناهکارانه. اما در مسئله عقیده نه، در مسئله عقیده بلا فاصله بعد از این که گفتن و کنا نکذب به یوم الدین، خداوند درباره مسئله عقیده میفرماد فلا فما تنفعهم شفاعت الشافعین. الله دیگه شفاعت حضرت زهرا علیها السلام شامل حال اینها نمیشه. شفاعت حضرت زهرا مال اونایی که لم نکن من المصلین، مال کسانی که لم نکن اطعم المسکین، مال کسانی که نخوض مع الخائضین. اما در مسئله عقیده و انکار ولایت امیر المؤمنین علیه السلام باعث میشد که انسان از همه شفاعت ها سلب بشه، محروم بشه، و شفاعتی شامل حالشون نمیشود. آقا یه سوال بپرسم؟ بله. جسارتا بفرمایید. میخواد شما کامل کنید بفهمید، چون 4-5 دقیقه دیگه داریم، بعد من سوالم میپرسم خدمتتون. عارضم در این ذیل این آیه و کنا نکذب بیوم الدین، بله، یعنی چه نکذب بیوم الدین؟ ممکنه یک کسی بگه منظور اینه که یعنی روز قیامت را تکذیب میکردیم. نه، روایت از حضرت کاظم علیه السلام میفرماد، یعنی میگن لم نتولا وصی محمد والاوصیاء من بعده. روشنش کرد، بله، روشنش کرد که ما در دنیا ولایت وصی رسول مکرم اسلام را قبول نداشتیم و ولایت ائمه که اوصیاء پیغمبرن بعد از امیر المؤمنین علیه السلام ولایت اونها را قبول نداشتیم. ولم نصلی علیهم، خیلی مهمه، هم امامت اینها را قبول نداشتیم، هم بر اونها درود و صلوات نمیفرستادیم. از اینجا معلوم میشد که صلوات بر محمد و آل محمد چقدر حائز اهمیت و چقدر باعث تقویت عقیده انسان می شود، تقویت ایمان انسان می شود. و ذکری مهمتر و بالاتر از ذکر صلوات نیست که خدا ان الله و ملائکته، خدا و تمام ملائکش یصلون علی النبی. لذا می فرماید یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسليما. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرضم خدمتتون این که این چهار نکته ای که فرمودین
ترتیبی درش نیست اینطور که متوجه شدم، یعنی همه اون ستای اولی بله. جمع میشه، اگر این رو چهارمی رو نداشته باشی اصلا اونها هم حساب نمیشه، یعنی خدمتش اونها باعث زیاد شدن عذاب انسان میشه. خب شاید یعنی یکی یعنی هم ولایت رو نداره بله، هم نماز نخونده، دقت کردن بله. یعنی باعث میشه این نماز نخوندنش با نداشتن ولایت مضاعف شدن و دوچندان شدن عذابش بله عذابش بله. یعنی کسی رو داریم اصلا در آخرت که بله. وارد بهش بشه و ولایت امیرالمومنین قبول نشه؟ امکان نداره. امکان داریم؟ امکان نداره. خب فما تنفعهم شفاعت الشافعین، شفاعت الشافعین شامل حالشون اصلا نمیشه و هرچی در سقر گریه کنن التماس کنن میگن فایده ای نداره. ما بهتون مجال دادیم، ما حجت را بر شما تمام کردیم، ما به شما عقل دادیم، به شما اختیار دادیم، به شما آزادی دادیم، واقعیت را به شما نشان دادیم، حق برای شما کاملا واضح و روشن بود. قد تبین الرشد من الغی انا هدیناه السبیل. دیگه خودت به دست خودت پا به بخت خودت زدی و خودت رو از بین بردی و این شفاعت دیگه شامل حال تو نمیشه. یعنی احتمال داره که مثلا اون سه جزء اول رو بله کسی داشته باشه مورد شفاعت قرار بگیره و بنا به روایت امام صادق بله. فکر کنم که علی رغم انف فلان بله. اینها میرن بهش مورد شفاعت بله. کسی که عرض کردم کسی فرمان. که گناهان عملی دارد اصلا شفاعت مال اینهاست که گناهان عملی داره بله. نه گناه اعتقادی گناه اعتقادی طبق این آیه قابل شفاعت بخش. نیست و قابل جبران نیست. بس بنابراین برای اینکه کسی گرفتار اون عذاب دائمی همیشگی نشود تا وقت هست تسلیم ولایت مطلقه آقا امیرالمؤمنین علیه السلام بشه. خیلی ممنونم. میخواید ادامه بدیم برنامه رو یا پارت بعدی رو شروع کنیم؟ نه پارت بعدی رو شروع کنیم انشاءالله. خیلی ممنونم، متشکرم. امیدوارم که رزقمون روز به روز زیاد بشه در محبت امیرالمؤمنین علیه السلام و شاه و شفاعتشون شامل حالمون بشه انشاءالله. بفرمایید میان برنامه رو ببینید و پارت بعدی رو شروع میکنیم. تشکر میکنم از جناب استاد بهرمن به خاطر اینکه سعی صدر به خرج بدن به خاطر سوالات بنده حقیر. خیلی ممنونم، متشکرم. همین الان اگر زیرنویس برنامه رو مشاهده بکنید 2-964-773-0304-314 برای شما نمایان هست. این شماره واتساپ و تلگرام برنامه هست که شما در طول روز هر ساعتی که دوست داشته باشید و یا در طول برنامه زمانی که برنامه برای شما پخش میشه، چه تکرار چه پخش زنده، میتونید سوالی براتون مطرح میشه برای ما بفرستید. دوستان عزیزی که از ابتدای برنامه مدام تماس میگیرن و دوست دارن که سوالشون رو به صورت حضوری و تلفنی بپرسن، محبت کنن سوالشون رو اگر نوشتن فارسی براشون سخت هست به صورت وایس و صدا برای ما بفرستن تا انشالله ما بتونیم جوابگوشون باشیم در طول برنامه. جواب دادن به تماس‌های شما عزیزان مقدور نیست برای بنده. همین. خب و اما سوالاتی که برای امروز انتخاب شده، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خدا قوت خدمت شما و جناب آقای بهرمن. من ابروهای کم پشتی دارم و از این حالت راضی نیستم. میخواستم بپرسم اگه من تتو انجام بدم مشکلی داره؟ ممنون از برنامه خوبتون. بسم الله الرحمن الرحیم. خال کوبی که زیر پوست باشه فی نفسهی
ایراد اشکال نداره، حرام نیست. ممکنه فقیه یا فقهایی حکم به کراهت کردن، ولی حرام نیست. و چون زیر پوسته مانع از وضو و غسل نمیشه. اما اگر از نظر عرف زینت حساب میشود، زنها باید رعایت کنن و زینت خودشون رو باید از نامحرم بپوشونن. متشکرم ازتون. بیننده بزرگوار دیگری پرسیدن که بعد از نماز کدام دعاها را بخونیم تا ثواب بیشتری داشته باشد؟ بعد از نماز انسان مستحب مؤکده که مشغول تعقیبات نماز بشه. تسبیحات حضرت زهرا علیه السلام جزء تعقیبات، خوندن آیت الکرسی جزء تعقیبات، خوندن سه تا قل هو الله احد جزء تعقیبات، سه مرتبه صلوات فرستادن از تعقیبات مهم است. بعدش هم انسان دست به دعا بشه برای فرج آقا امام زمان علیه السلام، خوندن دعای اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن بسیار مفید و بسیار مؤثر برای رسیدن به حوائج و تقویت عقیده و ایمانه. بله، ممنونم ازتون. آیا در قنوت نمازها می توانیم دعای الهی عظم البلا را بخونیم؟ بله، این بعضی از فقها اجازه دادن، اشکالی نداره. و البته بعضی ایراد گرفتن برای اینکه آخر این دعا ما نام امیرالمؤمنین و نام پیغمبر رو میاریم. بله. میگیم یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد. بله. در جواب گفته میشد که قرآن کریم فرموده لله الاسماء الحسنا فدعوه بها، خدا را با اسماء حسنایش بخونید. و باب هست در اصول کافی، ائمه هدا علیهم السلام میفرماید ما هستیم اون اسماء حسنایی که خوندن اونها خوندن خدای تبارک و تعالی است، چون اینا حجج الهی هستن و خلفای خدای تبارک و تعالی هستن و اسم و اثر بزرگ خدای عزوجل هستن در تمام عالم و در تمام هستی. پس گفتن یا محمد، این خدا را صدا زدیم چون این نماینده خداونده. بله. خدا را باید به این اسم صدا زد. متشکرم. حکم مردی که به همسرش بی‌توجهی کند و در روابط زناشویی سردی و بیمیلی از خود نشان دهد چیست؟ بله، زندگی خانوادگی یک زندگی مشترک به حساب میاد و هر کدوم بر دیگری حقوقی دارن. با همدیگه باید با مهربانی و ملاتفت با همدیگه رفتار کنن، مخصوصا مرد نسبت به زن. زن عطوفه و عاطفیه و محبت بیشتر نیاز داره. با او با حسن خلق رفتار بشه که روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقن. خلق بهترین مؤمنان از حیث ایمان اون کسی است که بله خود حسن خلق داره، حسن خلقش نسبت به دیگران مخصوصا به زیر دستانش و اهل بیتش و الطفهم به اهلهی نسبت به زن و فرزندانش حالت مهربانی بیشتر، ملاتفت بیشتر داشته باشه. باید رابطه اونها یک رابطه محبتی دوستانه عاشقانه باید بوده باشد. سعی کنن چنین محبتی نسبت به همدیگر داشته باشن. و دیگر این که عیب همدیگر را بپوشن. اگر عیوب داشته باشن که قطعا دارن، چون انسان بله کامل نیست، بالاخره در جهت کمال باید گام بردارن. باید زن و شوهر عیوب همدیگر را بپوشونن.
خلاصه جفا نباید بکنن به هم دیگر، مخصوصا مرد باید این جهت را رعایت کنه. خیلی متشکرم جناب استاد. سلام، با عرض ادب یک سوال داشتم. وقتی غسل کنیم می توانیم با آن نماز بخوانیم؟ اگر اون غسل غسل جنابت باشه بله، با غسل جنابت نماز خوندن اشکالی نداره، نیازی به وضو نیست. ولی با غسل های دیگر نه، مگر غسل جمعه که بعضی از فقها که یه مرتبه هم عرض کردن فرمودید، حضرت آیت الله سیستانی غسل جمعه را اجازه میدن انسان باش نماز بخونه. ولی غیر از ایشون همه فقها ها میفرمایند باید با غسل جنابت انسان نماز بخونه، احتیاج به وضو نداره بعد از غسل جنابت نداره. خیلی متشکرم. سلام و خسته نباشید، آیا می شود قضای نماز صبح را بین نمازهای ظهر و عصر خواند؟ اشکالی ندارد؟ اینجا می فرمایید بهتره که اول انسان اون نماز صبحی که ازش فوت شده و قضا شده اول اون را به جا بیارد، بعد مشغول خوندن نماز ظهر بشه. قبل از نماز ظهر قضای نماز صبح را به جا بیارد، بعد مشغول نماز ظهر و عصرش بشه انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم. خواهش میکنم. خیلی ممنونم از جناب استاد، تشکر میکنم. خیلی ممنونم از شما عزیزان همچنین به خاطر تماشای برنامه و انتخاب این برنامه. برای تماشا 2-0-964-773-03-04-314 شماره ارتباط شما عزیزان با برنامه هست که امروز سومین بار بنده خدمت شما عرض کردم غیر از زیرنویس برنامه. دوستانی که موفق نشدن برای تماشای برنامه از ابتدا میتونن به صفحه فیسبوک شبکه جهانی امام حسین علیه السلام سر بزنن، از یکی دو ساعت بعد هم انشالله از روی یوتیوب میتونن فایل پخش زنده امروز رو تماشا بکنن. انشالله که هر کجای دنیا هستید در پناه امیرالمومنین علیه السلام باشید، در آستانه ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم. ما را از دعای خیرتون مسئله بی بی فراموش نکنید. یا علی، خسته نباشید.